به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید سلام میکنم. من شیرین شمس هستم و این برنامه پخش مستقیم هست که ملاحظه میکنید. امروز یک شنبه 10 تیر 1397 هست و این برنامه پخش مستقیم اختصاص داره به اعتراضات مردم خرمشهر، آبادان و کلن مبارزات مردم خوزستان در چند روز گذشته. و مشخصا اتفاقاتی که دیروز شنبه 9 تیر 97 در شهر خرمشهر ما شاهدش بودیم، مردمی که به اعتراض به وضعیت موجود به خصوص وضعیت بحرانی آب به خیابون‌ها اومدن ولی مامورین سرکوبگر و محافظان نظام جواب اونها رو با گلوله دادن، مردمی که آب برای آشامیدن ندارن، مردمی که آب برای استحمام کردن ندارن، مردمی که آب برای دستشویی رفتن ندارن، مردمی که آب رو وقتی شیر آب رو باز میکنن آب گلالود دریافت میکنن، مردمی که از آبی که داره پخش میشه در شهر مسموم شدن، اومدن به خیابون و دارن اعتراض میکنن و میگن که ما لایق یک زندگی انسانی هستیم ولی متاسفانه ابتدایی ترین حقوق خودشون رو هم دریافت نمی کنن و در وضع بسیار بسیار بحرانی قرار دارن. دیروز مردمی که به خیابون اومدن در برابر نیروهای سرکوبگر که با اسلحه با گلوله به اونها حمله کردن، با گاز اشکاور به اونها حمله کردن، مقاومت کردن، ایستادگی کردن و به خونه هاشون نرفتن و تا تقریبا میشه گفت نیمه شب توی خیابون‌ها استقامت کردند و جواب مامورین سرکوبگر رو دادن. متاسفانه خبر بدی که ما شنیدیم اینه که محمد انصاری یکی از معترضین توسط گلوله نیروهای سرکوبگر کشته شده، ولی یکی از مقامات جمهوری اسلامی وزیر کشور در این حکومت ضد انسانی امروز کشته شدن این جوان معترض رو تکذیب کرد. خبرهای بسیار زیادی به دستمون رسیده از اینکه امروز یک شنبه مقامات محلی سعی کردن با توزیع آب در کیسه های پلاستیکی پاسخ مردم رو بدن، ولی مردم گفتند که ما این وضعیت رو دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم. حدود 25 سال هست که شهرهای جنوبی در استان خوزستان منتظر یک آب مناسب هستند، ولی بعد از 25 سال جواب مردم آب در کیسه های پلاستیکی نیستش. و همچنین اعتراضات رو در شهر آبادان شاهد بودیم. دیروز همزمان با شهر خرمشهر مردم در آبادان هم به خیابون اومدن و به آبی که تقریبا مثل لجن هست به دستشون میرسه از لوله های آب اعتراض کردن، به قطعی آب در بسیاری از مناطق اعتراض کردن. اگر موافق باشید یک گزارش کوتاه تصویری ببینیم از آنچه که دیروز اتفاق افتاد در خرمشهر، بعد ادامه میدیم در بخش بعدی به جزئیات میپردازیم و اینکه ببینیم چطور میشه از مردم خرمشهر، از مردم آبادان، از مبارزات مردم خوزستان دفاع کرد، چطور میشه این حکومت ضد انسانی رو بیش از پیش عقب برونیم و چطور میتونیم به سرنگونی این حکومت که اولین گام رهایی مردم ایران هست نزدیک بشیم. این برنامه پخش مستقیم به جز تلویزیون کانال جدید در اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و همچنین در کانال تلگرام سازمان جوانان کمونیست به صورت فایل های صوتی منعکس خواهد بود. در بخش بعدی با شهلا دانشور هستیم، دبیر کمیته سازمانده و از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران.
خامنه‌ای، بگو مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، ایران آزاد، آزادی، بابا این سینه نریم، بی‌شرفا، بی‌شرفا، مرگ بر خامنه‌ای، شعار بده، شعار بده، آتش بده، آتش بده. بینندگان گرامی، در روند برنامه شما این امکان رو دارید که از طریق شناسه ادساین SJK تماس با ما در تلگرام در ارتباط باشید و اگر گزارش، خبر و یا نظری دارید حتما برای ما ارسال بکنید. اگر اهل خوزستان هستید، در شهرهای خرمشهر، آبادان و یا شهرهای دیگه، حتما با ما در ارتباط باشید و از وضعیت حاکم بر شهر برای ما توضیح بدید. شهلا دانشور، خیلی خوشحالم که در این برنامه همراه ما هستید. خیلی خوش آمدید به این برنامه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم. منم خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام دارم و تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردید. اگر موافق باشید بریم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با مبارزات مردم در خرمشهر، آبادان و شهرهای خوزستان. حکومت یا سعی میکنه که سانسور بکنه اتفاقات، اعتراضاتی که در این شهرها اتفاق میفته، یا اینکه تلاش میکنه اون رو فقط به مسئله آب محدود بکنه و حتی تکذیب میکنه که وضعیت آب در اونجا بحرانی هست. نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا مردم فقط به مسئله بحران آب خیابون ها میان و اعتراض میکنن، یا مسئله فراتر از مسئله بحران آب هست؟ ببینید، وقتی مردم میان تو خیابون و میگن
دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. وقتی که مردم میان تو خیابون میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی و کل بساط حکومت رو به چالش میکشن، وقتی که مردم میگن معیشت منزله هم... یعنی آب نیست، مسئله کل حکومت هم اینو خوب میدونه خودش، به همین داره این چنین آشفت و خرسناک شده، وحشت زده شده. ببینید این ادامه خیزش دیماه در هفته اخیر، این خیزش وارد مرحله جدید شد، اوج جدیدی گرفت و در خوزستان و مشخصا در خرمشهر و در آبادان وارد فاز جدیدی شد. این دوره انقلابی، این روند انقلابی که در جامعه ما شاهدش هستیم، اون صدایی که امروز در خوزستان بلنده صدای همه مردم هست. حتی اگه به مسئله آب هم نگاه کنیم، خود آمار اخیرشون میگه که 334 شهر در تابستان 97 با تنش آب روبرو خواهند بود که 34.5 میلیون مردم رو در بر میگیره. ببینید چه جهنمی جمهوری اسلامی ساخته برای مردم. این وضع آب، این وضع آب، این حواس، این وضع کار، این وضع معیشت، این وضع امنیت جامعه است که میبینید تجاوز به کودک، تجاوز به زنان، بی‌حقوقی مطلق، توهین به کرامت انسانی، این وضع جووناست، این وضع دانشگاه، همه جا بلواست، همه جا اعتراض، همه جا مردم به پا خواستن. دانشگاه ها رو نگاه کنید، هفته گذشته در تهران نگاه کنید و امروز میبینیم در خوزستان و در مشخصا در خرمشهر و آبادان تو چنین شرایط است. دیگه امروز مثل دوره چیز نیست که بشه اینها رو تکذیب کرد. خیابان به جهان وصله با مدیای اجتماعی، تصاویرش، عکساش، همه رو میبینیم که چه خبره و فریاد اعتراض مردم رو میبینیم. بنابراین اینا همه از روی استیصال، از روی دستپاچگی، که چطور که یکی از این فرماندار رفته و تو جمع مردم گفته بود که اینا که اعتراض از یه جای داره دامن زده میشه، مردم همه با هم دیگه شعار دادن، گفتن ما همه مردم هستیم، ما همه مردم هستیم، و جواب این مزخرفات رو دادن. و بنابراین روشنه که این مردم با این اعتراضاتشون عزم خودشون رو دارن نشون میدن برای سرنگونی کل حکومت. شعاراشون این داره میگه، فریادهاشون داره این میگه، و این قیام مردم در شهر خرمشهر، در شهر اهواز که الگوی برای همه شهرها داره، راه نشون میده برای همه شهرها چطور دستگیر شدگان آزاد کنیم، چطور در مقابل این زورگویان و این سرکوبگران بیستیم و چطور خواستامون رو به پیش بریم. جواب این مردم پلاستیک آب نیست، جواب مردم سرنگونی حکومت اسلامی، و مردم با تمام قدرت دارن میان به میدون. این شروع کاره و این نوید بخش آزادی و یک زندگی انسانی است. همینجا جا داره که تسلیت بگم در گذشته جوان عزیزی که در گذشته در این ماجرا، محمد انصاری، به خانوادهش و به همگان، و این بیش از بیش اینها خشم مردم دامن زده. مردم شعار میدن بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. بله بسیار خوب، شما به شعارهایی هم که در خلال تظاهرات داده شده بود اشاره کردید. شعارهای خیلی زیادی داده شده بود، مرگ بر خامنه‌ای، مقابل حتی نیروهای سرکوبگر شعاری بود که دیروز در خلال اعتراضات داده شده بود. همچنین شعارهای مختلف زیادی، اهم از اینکه ما آزادی میخوایم، ما هیچی نداریم، شعارهایی که حاوی این نکته بود که مردم دقیقاً مقامات جمهوری اسلامی و کلیت نظام رو مسبب یک همچین وضعیتی میدونن. و اما چون صحبت از شعارها شد، بریم سراغ همین نکته. وقتی که ما صحبت از این میکنیم که اعتراضات مردم خرمشهر و مردم خوزستان میتونه الگویی باشه برای همه شهرهای دیگه، شعارهایی که در این خلال داده شده بود چطور میتونه مردم رو متحد بکنه، چطور میتونه همبسته بکنه؟ مشخصا بهتره اینطور صحبت بکنیم، چه شعارهایی میتونه مطالبات مردم و خواسته های مردم رو نمایندگی بکنه، و وقتی که مردم میرن وارد خیابون ها میشن، میخوان اعتراض بکنن، چطور باید حرف خودشون رو بزنن، چه شعارهایی مشخصا پیشنهاد میشه؟ چون الان بعید نیست که همین امروز عصر بعد از ظهر دوباره مردم خرمشهر به خیابون برسن، و یا حالا شهرهای دیگه همین همچنین
همین الان در رشت مردم به بیبرقی اعتراض کردن، رفتن اداره برق و داشتن شعار میدادن. این سلسله اعتراضاتی هست که پشت سر هم میاد. شعارهای پیشنهادی که میشه الان توی این برنامه اعلام کرد، مردم وقتی که میان توی خیابونها این شعارها رو بدن که یک پارچگی و همبستگی در کل شهرها به وجود بیاد، به نظر شما چی هست؟ ببینید، به نظر من البته مردم خیلی ابتکارات جالبی و شعارهای جالبی دارن میدن و این شعارهایی که داده میشه تو خیابون حقیقتا مضمون اصلی مبارزه مردم علیه فقر، علیه تبعیض، علیه نابرابری، علیه اختلاس ها، علیه توحش سرمایه‌داری حاکم، علیه این فاصله عظیم طبقاتی، همه اینا رو بیان میکنه. و چیزی که جالبه میبینید که مثلا همین شعار همش میگن آمریکا دشمن ما همینجاست، کارگر هبکو میده، معلم بازنشسته میده، جان باخته میده، مال باختگان میدن، نمیدونم در دفاع از زندانیان سیاسی داده میشه، در دفاع از علیه اعدام داده میشه و مردم خرمشهر میدن. این یعنی همبستگی. اون چیزی که همبستگی رو به وجود میاره، همطور که شما هم تو صحبتاتون نهفته بود، در واقع مضمون انسانی و اعتراض واحد کل جامعه است. مثلا شعاری که کل حاکمیت رو به چالش بکشه، همه مردم میخوان تمامی این حکومت با تمام دم و دستگاه عریض و طویلش، با زندانش، با شکنجهش، با دستگاه سر، همه چی گورشون رو گم کنن و برن سرنگون بشن. مردم سرنگونی کل حکومت رو میخوان. بله. و اون وقت بر اساس این مردم میگن خب نه اصولگرا نه اصلاحگرا، تمام شد ماجرا، مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد انسانیت. ایناست اون چیزایی که فریاد داده میشه و این یعنی فریاد مشترک مردم. میخوام بگم در این حال که ما به همبستگی مردم تو شعارها توجه داریم، در این حال باید به این توجه کنیم شعارهای ما باید کلیت حکومت رو زیر ضرب بگیره، شعارهای ما باید در برابر هر نوع قومگرایی، نمیدونم گرایشاتی که سعی میکنن تو چارچوب نظام موجود نگه دارن، سعی میکنن رنگ مذهبی بدن، علیه در مقابل اینها شعارهای انسانی رو جلو بیاره. چون خود واقعیت جامعه هم میبینیم که این نیست، این شعارها جایی نداره و شعارهای مردم شعارهای انسانی است. بنابراین معیشت، منزلت حق مسلم ما، زندگی انسانی حق مسلم ما، مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیخوایم، حکومت ضد زن نمیخوایم، و همین شعارهایی که همش میگن آمریکا دشمن ما همینجاست، نه اصولگرا نه اصلاحگرا، تمام شد ماجرا، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، مرگ بر کلیت حکومت. اینها در واقع اون پیوندی رو میده که توی بخشای اعتراض مختلف جامعه هست و اینها اون چیزایی که میبینیم بخش عظیمش ابتکارات خود مردم به زیباترین شکل این شعارها ساخته میشه. شعارها که مثلا مقابل مجلس دادن علیه مفخورای گردن کلفت مجلس. بله بله درسته. شهلا دانشور به شما دوباره مراجعه میکنم، حتما اتاق فرمان یک گزارش تصویری آماده کردن از اعتراضات مردم آبادان به وضعیت آب و اینکه هیچ راهکاری حکومت جمهوری اسلامی نداره برای اینکه این وضعیت رو به اتمام برسونه. به خاطر همین مردم در این شهرها بلند شدن برای اینکه به این وضعیت پایان بدن، با دستان خودشون، با دستای خالی خودشون اومدن به میدون و دارن اعتراض میکنن. اما درسته که مردم دستاشون خالیه، اما امیدی برای تغییر، انگیزهی برای تغییر، برای یک آینده بهتر، برای یک آینده روشن برای خودشون و نسلهای بعدی دارن و اینکه میدونن حقیقت کجاست. حقیقت اینه که حتما باید جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، چرا که این اولین گام هست برای اینکه میلیون ها نفر در ایران از دست جمهوری اسلامی، از دست این وضعیت رها بشن. و نه تنها فقط مردم در ایران، بلکه مردم در خاورمیانه هم همچنین با سرنگونی جمهوری اسلامی قطعا نفس راحتی خواهند کشید. میبینیم این گزارش رو و برمیگردیم. Thank you.
از انتشار فیلم ها و گزارشاتی که نشون میده مامورین سرکوبگر و محافظان نظام جمهوری اسلامی چطور به مردم حمله میکنن با گاز اشکاور، با گلوله مستقیم، با شلیک گلوله مستقیم، کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سرعت این گزارشات رو منعکس کردند و کاربران دیگه به سرعت واکنش نشون دادن مبنی بر اینکه خشونت به وجود میاد در این اعتراضات در وهله اول مسببش مأمورین سرکوبگر هستند که شروع میکنن به حمله کردن به مردم بی سلاح، مردمی که هیچ سلاحی ندارن و به خیابون ها اومدن و گزارشات مختلفی مبنی بر اینکه همین ماموران سعی میکنن به اموال عمومی آسیب بزنن، ماشینها رو میزنن، با باتوم شیشه هاشون رو میشکنن، جاهای حتی موتورها رو آتیش میزنن و سعی میکنن اینطور نشون بدن که اینها کار مردم عادی بوده. ولی دست در واقع نیروهای سرکوبگر هم رو شده دیگه. الان مردم با موبایل هایی که دارن فیلم میگیرن و در شبکه‌های اجتماعی منعکس میکنن و دیگه حکومت به راحتی نمیتونه خشونت و اینجور اتفاقات رو گردن مردم بندازه. و اما کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به کشته شدن یکی از جوانایی که در اعتراضات بوده و همچنین زخمی شدن تعدادی و اینکه چطور مورد خشونت و حمله قرار گرفته شدن معترضین واکنش‌های مختلفی نشون دادن. من یکی از این توییت هایی که جالب توجه بود رو برای شما عزیزان میخونم. یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته: دیشب معلوم شد خرمشهر هنوز آزاد نشده. 36 سال پیش از دست اشغالگر خارجی در آمد، اما به دست یک نظام اشغالگر افتاد. نظامی که 35 سال خرم بودن را از این شهر دریغ کرده. مردمانی که اشغالگر خارجی را بیرون راندند، اشغالگر داخلی را هم بیرون می‌کنند. بار دیگر خرمشهر در خون شد. شرمتان باد. شهلا دانشور، در همین رابطه مشخصاً می‌خوام از شما یه سوالی بکنم. مردمی که بدون سلاح به خیابون‌ها میان و مواجه میشن با نیروهایی که به انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد مجهز شدن و به مردم معترض حمله میکنن، مردمی که حتی آب برای آشامیدن ندارن. حالا اینجا سوال من اینه که مردم چطور میتونن از خودشون دفاع بکنن وقتی که توی فیلم ها و گزارشات میبینیم با سنگ و چوب و آتش روشن کردن میتونن از خودشون دفاع بکنن، ولی اگر اعتراضات ادامه پیدا بکنه که پیشبینی ها اینطوری هست که قطعا ادامه پیدا میکنه، مردم چطور باید سازماندهی بکنن خودشون رو در مقابل نیروهای مسلح؟ اتفاقاتی که در همین دو روز در خرمشهر به طور مشخص در و روز گذشته در آبادان ما شاهدش بودیم، الگوها و درسای آموزنده برای کل جامعه داره. مردمی که عزم خودشون رو جذب کردن برای اینکه از شر بختک جمهوری اسلامی و این جهنمی که ایجاد کرده رها بشن، راهشو پیدا میکنن. متحد اولین مسئلهش اینه که متحدانه ایستادن و میبینیم که مردم چطور همین الان در خرمشهر بنابر آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که چطور در بعضی مناطق قسمت‌های از محلات رو در خودشون در دست دارن، حتی بعضن مسلح شدن. یه جاهایی میبینید که مردم با سنگ پرانی و سنگ باران کردن نیروهای انتظامی مقابله میکنن، یه جایی حمله میکنن به ماشین هاشون. مردم با حق دارن، مردم باید از زندگی و معیشت و کرامتشون دفاع کنن. ببینید، هر اگه خشونت میگن، حکومت اسلام مظهر خشونته. زندگی انسان از نظر فقر، از نظر عدم امنیت، از نظر معیشت، از نظر حتی رها کردن در دست طبیعت، بی آبی، زلزله، کرمانشاه رو دیدیم چقدر، همه اینا مظهر کل خشونت و ناامنی و بدبختی و فلاکه بر کل جامعه. اگه میخوایم خشونت تمام بشه، باید این مظهر اصلی خشونت رو از سر مردم بزنیم کنار. برای مردم اینو میدونم، به قول شما دست اینا رو برای مردم رو شده. یا مثلا خب میگن امنیت، امنیت نظام. خب معلومه خشونت علیه نظام یعنی علیه سرمایه‌داری. سر انقلاب خشونت علیه سرمایه‌داری از نظر اینا راست میگن، بخاطر اینکه میخواد نظام رو بیاره پایین.
اعتراض از نظر اینا امنیت عمومی رو به هم میزنه، راست میگن، برای اینکه امنیت سرمایه‌داران رو به هم میزنه. بنابراین اینها دولت سرمایه‌داران هستن که با پولای کلون، دزدی‌های کلون افتادن رو جون مردم، مثل یک بختک، مثل یک تومور سرطانی، و زندگی مردم به اینجا رسوندن. مردم وایسیدن دارن دفاع میکنن. چطور باید اینو سازمان داد؟ به نظر من اعتصابات سراسری کارگری، ایجاد کمیته های اعتصاب برای اعتصابات سراسری به خصوص شرایط بسیار آماده است، کمیته های انقلابی محلات، نهادهای انقلابی محلات که محلات دست خود مردم باشه و اکتیویست های محلات، فعالین محلات، چهره های شاخص محلات با همدیگه در تماس قرار بگیرن، برن جلو و این نهادها رو ایجاد کنن و مردم رو بسیج کنن، گروه های تلگرامی محلات رو ایجاد کنن، گروه های تلگرامی شهری رو ایجاد کنن، مردم رو خطاب قرار بدن، شعارها رو یک دست کنن، هماهنگی تو مبارزه ایجاد کنن، تو سطح شهر شورای هماهنگی اعتراضات، نمیدونم، کمیته های هماهنگی اعتراضات رو فراهم کنن، تو سطح محلات کمیته های هماهنگی اعتراضات رو فراهم کنن، کمیته های مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در داخل ایجاد کنن، کمیته های علیه اعدام رو همین الان شکل بدن، انواع اقسام نهادها همین امروز بهترین شکل بشه. میخوام بگم امروز به مهمترین کار ما اینه که در اشکال مختلف نیروی خودمون رو برای این دوره انقلابی سازمان بدیم، در محله، در کارخونه، در سطح شهر، در رابطه برای آزادی زندانیان سیاسی، در عرصه های مختلف مبارزاتی علیه اعدام. اینها اون شکلهایی که این مبارزه رو جلو بره. و در این حال سازماندهی همبستگی سراسری، الان خرمشهر و آبادان رو میبینیم که به میدان اومدن. نباید این شهرها رو تنها گذاشت، باید شبکه‌ای از همبستگی با مردم خرمشهر و با مردم آبادان شکل بگیره، پیام‌های همبستگی از تمام جاها سرازیر بشه، از نهادهای مختلف مبارزاتی مردم سرازیر بشه به این بخش. اگر اجازه بدید در بخش بعدی به این مشخصا میپردازیم، ولی خب توی این بخش ما میخواستیم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که مردم از خودشون چطور باید دفاع بکنن، که خب شما یه توضیحاتی دادید، ولی در مورد اینکه شهرهای دیگه چطور حمایت بکنن، اگر اجازه بدید بخش بعدی به این بپردازیم. اتاق فرمان چون اشاره میکنن یک فیلم هم از مقاومت مردم در برابر نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوبگر و محافظان نظام آماده کردن، ببینیم و برگردیم ببینیم شهرهای دیگه مشخصا چطور باید به حمایت از مردم خرمشهر، آبادان و مبارزات مردم خوزستان به میدون بیان. به طرف مردم در خرمشهر در تاریخ 9/4/97 شلیک ساچمه به طرف مردم خرمشهر و گاز اشکاور و برخورد یک سنگ، قلب سنگ یا ساچمه به گلوی مرد 45 ساله و به کما رفتنش و احتمال کشته شدنش هم هست. همین تازه اینجا سنگ داشت فروش بود. چه دودی کن به خاطر گاز اشکا و او یکی هرش
نمیدونم. بیا بزن ماشین بردارم بزنم به تلفنش. کجاست بابا؟ به گوشه است. کجا ببریش؟ بله، فقط گوشه و دقایقی از درگیری مردم با نیروهای امنیتی و سرکوبگر بود. مردم جانانه مقاومت کردند با دستهای خالی مقابل نیروهای مسلح. و اما یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته که اینجا میدان جنگ یا که میدان جنگ با کشور دیگری نیست، اینجا خرمشهر است، شهری که بعد از 30 سال از جنگ ایران و عراق هنوز ویران است، شهری که مردمش برای خواستن آب شیرین برای زندگی کردن به خیابان‌ها آمدند، شهری که می‌خواهد زنده باشد و زندگی کند، شهری که از زندگی دفاع می‌کند، شهری با قصه‌هایی از محرومیت، از بیکاری و فقر، از تبعیض و ستم و فاقد یک زندگی انسانی که نیاز هر انسانی است اما در رنج است و از آن محروم می‌باشد. اینجا خرمشهر، ویران شهر است. اینجا ایران است که در آن عدالتی برای مردمش وجود ندارد. رفاهی برای شهروندانش نیست. زندگی امنیت ندارد و برای کوچکترین نیاز زندگی باید به خیابان آمد. آری، آری، اینجا ایران است. نظرات زیاده، منتها فرصت ما کم هست. همین الان دو بیننده برای ما چندین سوال فرستادن و همینطور سوالات داره از طرف بیننده های دیگه میاد. امیدواریم که بتونیم جواب این دوستان رو بدیم. یکی از بینندگان نظر برای ما اگر اشتباه نکنم فرستادن به اسم زهره، نوشته که آبادان اگر آب ندارد در عوض نفت دارد. به نظر من همانطور که زمان انقلاب 57 باید شیرهای نفت کمر اقتصاد شاه را شکستند، همین الان باید کارگرای پالایشگاه نفت شیرهای نفت را ببندند. حتی دیگر احتیاج به تحریم نفتی آمریکا هم نخواهد بود. این باید امر هر کارگر صنعت نفت باشد، اعتصاب و بستن شیرهای نفت. و اما بریم سراغ سوال یکی از بیننده هامون که به سوال قبلیمون ربط داره. دانشور، این رو از شما میپرسم. رفتیم صحبت بکنیم در رابطه با اینکه چطور شهرهای دیگه، مردم در شهرهای دیگه میتونن حمایت بکنن از مردم خرمشهر، آبادان و کلن مبارزات خوزستان. از دیروز ویدیوهای مختلفی در اومده، عکسای سلفی اومده بیرون که حمایت کردن و کلن شبکه‌های اجتماعی خیلی درگیر این مسئله بودن. مهران، یکی از همراهانمون، نوشته که با توجه به اینکه جنس مشکلات شهرهای مختلف ایران و بحران‌های اصلی آنها تفاوت دارد، مثلا در جنوب و مرکز مشکل آب و آلودگی خاک و محیط زیستی، در مناطق مرکزی مشکل کولبری و تبادل کالا در مرزها، و در همه ایران مشکل گرانی و فقر و بیکاری. چه راهکارهایی برای اتحاد و سازماندهی سراسر مردم در ایران سراغ دارید؟ بله، ممنونم از دوست عزیز مهران، ولی میخوام بگم که یک محور مشترک داره همه اینها، اونم جمهوری اسلامی. بنابراین مبارزه متحد سراسری علیه این حکومت اسلامی. چه اشکالی، یک شکلش رو دوست عزیز زهره گفت، اعتصابات کارگری که میبینیم چطور میتونه ضربه کاری به پیکر این حکومت بزنه، از جمله اعتصاب کارگران نفت که دیگه تو اذهان هست که در سال 57 چه جایگاهی داشت و شعار کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، و اعتراضات مثل گروه ملی دیدید چطور اهواز رو سرش گذاشت و چطور نبض شهر رو در دست داشت، یا در عراق همینجا. بنابراین یک بخشش اعتصابات سراسری، تجمعات سراسری، هزاران بازنشسته و معلده و به میدان اومدن اینها با خواستاشون، و در این حال ادامه قیام‌های شهری. همین مسئله آب گفتم فقط مسئله جنوب نیست، خود دولت گزارش میده که 34.5 میلیون مردم با این مسئله رو بوره. همین الان رام هرمز گزارشاتش میاد که مردم آب آلوده خوردن، مسمومیت وسیع با وجود اومده. خب همین این شهر رو به حرکت در میاره، به خاطر این در واقع آب نیست، در واقع آب جرقه برای خشم 30 چند ساله این مردم که فقر، بدبختی، فلاکت و
تبعیض، دزدی، همه اینا رو دیدن و میبینن که پول هست، ثروت هست، دست این آقازاده و دست این جنایتکاران، لیست طویل میلیاردها میلیاردها پولی که رفته از آمریکا به آمریکا و کشورهای مختلف، و این وضعی که حتی یک جرعه آب مردم ندارن، اونم تو این جهنم تابستون، تو این وضعیتی که خوزستان هست، تو این وضعیتی که مردم دارن. بنابراین معلومه خود به خود مضمون واحد هم تو که شما گفتید این مبارزات رو یک مضمون مشترک داره. مردم علیه این تبعیض فاحش طبقاتی هستن، حقوقای نجومی، فلاکت عمومی که این همه سر داده شد در اعتراض معلم، کارگر، بخش‌های مختلف جامعه داره به این آدرس میکنه، داره این رو مطرح میکنه. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. الان شعار آبادان، شعار خرمشهر، شعار نمیدونم اینا مالباختگان، شعار کارگر هپکو، شعار مردم، شعار بازار، شعار آره همه جاست. و این یعنی که ما این بساط دو ساله رو نمیخوایم، این حکومت رو تبعیض و نابرابری رو نمیخوایم، این بساط آپارتاید جنسی رو نمیخوایم. همه اینا واحد، اینا با هم دیگه مشترکه. بنابراین یک راه اتحاد سراسری تو مبارزات اینه که همین خواستا رو بکنیم پرچم ما، خواستا که کلیت حکومت رو زیر ضرب میبره، خواستایی که این بساط تبعیض و نابرابری رو زیر ضرب میبره، خواستایی که بساط آپارتاید جنسی و جداسازی جنسیتی این حکومت و قوانین ارتجاعی اسلامی رو زیر ضرب میبره، خواستایی که سرکوبگری ها و جنایت هاش رو زیر ضرب میبره، و یک معیشت انسانی رو میخواد. تا اونجا که به خوزستان، من تو سوال قبلی بحث کردیم، یک شعاری که میتونه خیلی متحد ایجاد کنه، اتحاد ایجاد کنه، نه قومی نه مذهبی، حکومت انسانی، که در واقع داره راه آینده را هم نشون میده. چه اشکالی پس از سازماندهی، تاکید کردم سازماندهی برای اعتراضات سراسری کارگری، کمیته های اعتصابی یه شکل مناسب شه، بس کلاسیک و تجربه شده، شوراهای همبستگی یک شکل دیگه شه، بله. شوراهای مبارزه تو محلی یک شکل دیگه شه که تو سوالات بعدی حتما در مورد، بله، ممنونم. تعداد زیادی الان سوال دست من رسیده، با توجه به اینکه فکر کنم 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، امیدوارم که بتونیم همه سوالات رو جواب بدیم. و اما یک سوالی که یکی از بیننده‌هامون برامون فرستادن، برامون نوشته وضعیت اعتراضی خرمشهر به یک باره انفجاری شد و به سمت مبارزه مسلحانه پیش رفت. حالا من نمیدونم منظورشون از مبارزه مسلحانه چیه، شاید منظورشون حمله مامورین سرکوبگر به مردم هست، و گفتن که آیا این الگو ممکن است در بقیه شهرها هم پیش بیاید. خب ما در سوالات قبلی و در بخش قبلی برنامه صحبت از این کردیم که این الگویی هست برای شهرهای دیگه، ولی شهلا دانشور اگر فکر میکنه نکته تکمیلی لازم هست، میتونیم به صورت کوتاه به این سوال بینندمون اشاره بکنیم. خب فعلا ارتباطمون قطع شده، اگر اتاق فرمان لطف کنن یکی از ویدیوهای روز گذشته رو پخش بکنن، دوباره ارتباطمون رو برقرار خواهیم کرد با شهلا دانشور. اگر ارتباطمون برقرار شده که ادامه بدیم. سوالات دیگه هم به دستمون رسیده، همونطور که گفتم در 10 دقیقه باقی مانده امیدوارم که بتونیم پاسخ بدیم. میریم یه گزارش میبینیم از شعارهایی که مردم مقابل فرماندار خرمشهر میدن. مردم به درستی تشخیص دادن که مسبب این وضعیت سیاستهایی هست که در حال حاضر حاکم هست و مسئولین و کلیت جمهوری اسلامی رو مسبب این وضعیت بحرانی در مناطقی که زندگی میکنن میدونن. میبینیم و برمیگردیم. اینم از فرماندار خرمشهر، اینم از فرماندار خرمشهر.
اینم از فرماندار خرمشهر، اینم از فرماندار خرمشهر. امیدوارم که ارتباطمون با شهلا دانشور دوباره برقرار شده باشه. اتاق فرمان لطفا به من اشاره بکنن. بله شهلا دانشور، سوال داریم. همچنان بیننده های ما برای ما سوال فرستادن. یکی از بینندگان برای ما نوشته وضعیت اعتراضی خرمشهر به یک بار انفجاری و به سمت مبارزه مسلحانه پیش رفت، که من در بخش قبلی اشاره کردم فکر میکنم منظورشون حمله مامورین سرکوبگر باشه، و کلن در رابطه با اعتراضات دیروز نکته ای رو گفتن و گفتن آیا این الگو ممکن است در بقیه شهرها هم پیش بیاید. ما در بخش های بعدی صحبت کردیم و شما هم اشاره کردید که این الگو میتونه برای همه شهرها باشه، ولی اگر فکر میکنید نکته تکمیلی لازم هست میتونیم کوتاه پاسخ بدیم و به بقیه سوالا بپردازیم. ببینید، هر مبارزه بهار صحنه‌های بسیار درخشانی داره و میتونه الگو باشه. مثلا در یه جا که در خرمشهر حمله میکنن به کلانتری و دستگیر شدگان آزاد میکنن، خب یه الگوه. همونطور که مبارزه کارگران گروه ملی وقتی 4000 نفر میان تو خیابون و شعار کارگر زندانی آزاد شود میگن، و بعد بیش از 60 همکارشون که رژیم دستگیر کرد و اینا رو عقب بزنه تونستن آزاد کنن، یه الگوه. بنابراین اینها الگو چیه؟ الگو جمعی اومدن ما به بینو، الگو مبارزه متحدانه و سراسری ما، الگو دیدن قدرت خود ما، الگو اینه که توازن قوا رو ببینیم و ببینیم ممکنه امروز اعتصابات سراسری، ممکنه امروز تجمعات سراسری، ممکنه امروز همه تو همه تو بیایم در همبستگی با مردم خرمشهر. و این همبستگی فقط بیانیه نیست، فقط اعلامیه نیست، فقط مدیا اجتماعی نیست، بلکه این همبستگی باید عملی هم باشه با اعتراضات گسترده ما، که بتونه توازن قوا رو به نفع اینا جلو ببره و فشار رو بذاره رو گرده حکومت اسلامی. این که مبارزه مسلح، یه جاهای گزارشات هست و اینا محلاتی رو در دستشون گرفتن، خب مردم وقتی که ببینن با تانک رو بروان با نیرو مسلح رو بروان، حقشون که دست به اسلحه هم ببرن، ولی از خودمون نباید جلو بذاریم. اول باید این اعتراضات بریزه تو خیابون، مردم بریزن تو خیابون، همون اتفاقی که تو خرمشهر افتاده، و اون وقت مردم به هر شکلی که میتونن باید از خودشون دفاع کنن، حق دارن دفاع کنن و باید دفاع کنن برای آزادی، برای برابری و برای زندگی انسانی. و این اون در واقع اتفاقی که ما امروز در خرمشهر میبینیم. خرمشهر مردم چاره دیگه از آب ندارن بخورن، هوا ندارن که تنفس کنن، آزادی ندارن که احساس شادی کنن، کرامت مردم و نه فقط خرمشهر، آبادان و اهواز و دهخواست و این دور جدید از قیام‌های شهری رو داره تلایه‌هاش نشون میده. این مسئله سراسری و تو سطح سراسری باید به این مسئله تو این ابعاد نگاه کرد. فعالین، اکتیویست ها، رهبران، چهره های شاخص، اینا باید تو این سطح نگاه کنن. فعالین چپ، فعالین حزب، طرفداران این حزب، کسانی که صحبت های ما رو میشنون، تو این سطح باید خودشون رو آماده کنن، بیان میدون، کمیته های اعتصاب تشکیل بدن، نهادهای محلی رو تشکیل بدن. یه لحظه شهلا دانشور، اگر اجازه بدید سوال بعدی یکی از بیننده هامون در همین رابطه هست. دقیقاً پرسیده که برای اینکه در این اعتراضات حزب کمونیست کارگری ایران بیشتر شناخته شود و فعالین جذب این حزب شوند، دقیقاً چه باید کرد؟ بله، سوال بسیار بسیار خوبیه. به خاطر اینکه حزب یک فاکتور سیاسی بسیار مهمی تو این اتفاقات و تو اوضاع ایرانه. برای رهایی از جمهوری اسلامی، برای سرنگونی این حکومت حزب می‌خوایم دوستان، حزب می‌خوایم. بورژوازی سرمایه‌داری احزاب خودش رو داره، ما هم حزب خودمون داشته باشیم و دانیم این حزب برای همین تشکیل شده.
شعارهایی که امروز تو خیابون میده همون حرفایی که ما میزنیم، که تبعیض نباشه، که نابرابری نباشه، اختلاس نباشه، انسان ها برابر باشن، استثمار نباشه. بنابراین فراخوان من با استفاده از همین سوال این دوست ما اینه که اولا وسیعم بیاد تو این حزب، خطیره و من مسئولانه اینو میگم. دوما بیاد دور سیاست ها حرفایی که ما منشور انقلاب دادیم. منشور انقلاب ما میگه سرنگونی کامل حکومت چگونه و باید حکومت کاملا سرنگون بشه و گام های اساسیش و کل بسادش با سرنگون بشه. اقدامات برای تحقق خواستا و شعارهایی که مردم تو خیابون میدن چی هاست؟ مردم برای اینکه نذارم دیکتاتوری برگرده باید ارگانهای خودشون و شوراها رو سازمان بدن و باید این سیستم بردگی از اساس برداشته بشه، این سیستم بردگی موزی برداشته بشه و تا رفاه مردم برقرار بشه. اینها محتوای اینه. این منشور رو همه جا ببرید و اینجا حزب نمایندگی میشه. در اینها حزب رو با جامعه ببینه، شعارهای این حزب، حرفای این حزب، خواسته های این حزب، منشور این حزب، شعار سوسیالیست برابر است با انسانیت. پس سوسیالیست یعنی برابری، یعنی آزادی، یعنی یک زندگی انسانی. اینا رو ببرید رو در دیوار بنویسید، زیرش بنویسید زنده با حزب کمونیست کارگری ایران. و به نظرم حزب رو باید جلو دسترس جامعه گذاشت و مردم ببینن که اون چیزی که اونا دارن فریاد میزنن همون جهت و همون افقی که این حزب مقابل جامعه گذاشته. و به این ترتیب من فکر میکنم جواب سوال دوست ما داده میشه. و توقع من از همین دوست و از همه اعضا و کادرهای حزب همینه که در همین جهت تو این اوضاع بیان جلو. توقع اینه که در رأس این اعتراضات باشن، سازمانده این اعتراضات باشن، جلوی شعارهای انحرافی با شعارهای انسانی بیستن و شعارهای انحرافی رو عقب بزنن، روشنگری کنن و نمایندگی کنن اون اعتراض کل جامعه رو. بله، به عنوان آخرین سوال با توجه به اینکه ظاهرا دو دقیقه فرصت داریم، یک نظر دیگه هم، یک دقیقه فرصت داریم، اتاق فرمان اشاره میکنه، یک نظر دیگه هم هست که حالا ارتباط داره به سوال قبلی که پرسیده شد و شما هم جوابش رو دادین، که این اعتراضات دارد با سرعت عجیب پیش میرود و بهترین موقع شناساندن حزب کمونیست کارگری به عنوان آلترناتیو برتر همین روزاست. در این رابطه هم اگر نکته‌ای دارید یک دقیقه فرصت دارید. بله، خب حزب ما اوضاع مؤلفه مهمی بوده در کشیده شدن اوضاع به اینجا. و امروز اون چیزهایی که گفتیم این حکومت اصلاحگران نیست، این حکومت باید کلیتی سرنگون بشه، این حکومت راه رهایی از این جامعه سوسیالیسم، راه رهایی جامعه انسانی، تبعیض نباید باشه، همه اینا امروز میبینیم تو خیابان شعاره. و این موقعیت چپ رو نشون میده و در این حال این جشن ماست به عنوان آلترناتیو. این آلترناتیو ما به نظر من مضمونا جامعه انتخاب کرده. وظیفه رهبر فعالین حزب، کادرای حزب و خود ما به عنوان کانال جدید و حزب کمونیست کارگری اینه که اینو برای جامعه تعریف کنیم و بگیم بله این آلترناتیو وجود داره، این آلترناتیو وجود داره، منشور انقلابش داره، تصویر روشنی از چشمنداز داره. بنابراین جواب اینه همطور که شما گفتید. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما شهلا دانشور که در این برنامه ما رو همراهی کردید. منم تشکر میکنم و همچنین از شما بینندگان گرامی که تا اینجای برنامه با ما بودید، برای ما نظر یا سوالاتتون رو فرستادید و همچنین گزارشاتتون رو. جا داره اطلاع بدم که امروز یک شنبه 10 تیر 97 هم در همین برنامه پخش مستقیم ساعت 9 شب به وقت ایران با شما خواهیم بود. از طریق پیامگیر @SJK تماس میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، سوالی دارید، گزارشی دارید برای ما حتما بفرستید. اگر ساکن یکی از شهرهای خوزستان، مشخصا خرمشهر، آبادان هستید، حتما با ما تماس بگیرید تا در برنامه بعدی پخش مستقیم ما رو همراهی کنید. تا ساعت 9 شب به وقت ایران ساعت خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنم. Thank you.